کسینیا سابچاک، یک شخصیت معروف تلویزیونی و فعال مخالفین که هفته گذشته گفت آماده است نامزدیش را به انتخابات ماه مارس سال آینده پیشبری کند، از مقامات دعوت کرد که همه زندانی های سیاسی را آزاد کنند. در یک نشست مطبوعاتی نخستینش در مسکو روز 24 اکتبر، سابچاک به ختم تعقیب مردمی بی‌گناه و آزادفکر دعوت کرد. سابچاک یک نوار ویدیویی را با سیمای افراد از روی انگیزه های سیاسی بازداشت شده در روسیه نمایش داد که در میان آنها فیلمساز اوکراینی الیه سنسوف، رئیس سابق امنیت شرکت نفتی یوکوس الکسی پیچوگا، فعال مخالفین دمیتری بوچینکوف و کارگردان تئاتر کیریل سربرینیکوف بودند. سنسوف با گناه تروریسم به 20 سال زندان و پیچوگین برای کشتار به حکم زندان ابد محکوم شدند. بوچینکوف برای حمله به پلیس در جرایان اعتراض های میدانی بلاتنه در سال 2012 محاکمه می شود و سربرینیکوف برای از خودکنی مبلغ ها مورد حبس خانگی قرار گرفته است. سابچاک 35 سال دارد و در جرایان نشست مطبوعاتیش همچنین اعضای تیم خود از جمله رئیس ستاد تبلیغاتی ایگر مالاشنکو را معرفی کرد. او مؤسس تلویزیون انتوی بوده در معرکه انتخاباتی سال 1996 برای پرزیدنت شدن بوریس یلسین کمک کرده است. در معرکه اینترنتی سابچاک ویتالی شکلیاروف متصدی تعیین شده است. او در انتخابات محلی ماه گذشته مشاوری سیاستمدار دمیتری گودکوف بود و در گذشته در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا برای برنی ساندرز هم کار کرده است. کسینیا سابچاک دختر میری سابقی شهر سنگ پترزبورگ است که استادی سیاسی ولادیمیر پوتین در سالهای 1992 به شمار می رود. سابچاک روز 19 اکتبر گفت که آماده است در انتخابات پرزیدنتی شرکت کند. سابچاک به سوال اینکه پوتین برای او چی شخصیت است چنین پاسخ داد. پوتین برای برخی یک دیکتاتور و استبدادگر است. برای دیگرها پیشوای است که روسیه را از پا خیزاند و جهانی روسی را حفظ کرد. برای من پوتین پیش از همه شخصی است که در یک حالت خیلی سنگین به پدرم کمک کرد. می شود گفت که حیات پدری مرا نجات داد. من این را هیچگاه فراموش نمی کنم. برای همین پوتین را به حیث یک انسان من تحقیر نمی کنم. ولی این معنای آن را ندارد که من از همه کاری پوتینی سیاست مدار کاملا راضی هستم. پوتین اشاره کرد که برای بار چهارم نامزدیش را در انتخابات پیشبری خواهد کرد، ولی هنوز هم به طور رسمی در این باره خبر نداده است. اگر پوتین به انتخابات پیشبری شود، بدون مشکل برنده خواهد شد، چون که حکومت را همه جانبه نظارت کرده، مطبوعات مستقل و مخالفان را نیز در کشور خیلی ضعیف کرده است.